تا حالا هیچ وقت این میوه رو امتحان کردین؟ میدونین چه مزه‌ایه؟ اسم این میوه هست کارامبولا، چیزی که گوگل میگه. من معمولا سعی میکنم میوه‌هایی رو که تا حالا ندیدم و امتحان نکردم یا تو کشور ما نبوده رو امتحان کنم. بهترین کارش همینه وقتی که آف میخوره، وقتی که دیگه داره میره خراب بشه، میذارن تو تخفیف تو آف، اون موقع امتحان کنیم، چون نمیدونیم که مزه‌اش چطوریه. پس بهتره که پول هدر ندیم. حالا ببینیم اینو چطوری میشه استفاده کرد، چجوری خورد. یوتیوبش میکنیم. اگه شما میوه‌ای رو جایی توی فروشگاهی دیدین، اسمشو نمیدونستین و طرز استفادهشو، گوگل میتونه بهتون کمک کنه. چطوری؟ اینطوری. ببینین، اول گوگل رو باز میکنی، بعد میزنین روی این علامت عکس. اینو میزنی، یه دونه عکس از این میوه میگیریم. ببینید، هم اسمشو برام آورد، هم عکساشو. بعد حالا همینو، چون دیگه حالا اسمشو میدونم، میزنم توی یوتیوب و یوتیوب میکنم که چطوری میشه کارامبولا رو خورد. And then we're going to cut these ridges. The ridges aren't very appetizing. And if you look at that, look how it looks. Well, you can totally see to eat. Pretty easy, right? Now let me do a little taste test. Really good. Slightly sour, slightly sweet. And the sweetness will vary depending on the ripeness of your star fruit. Is there super, super high in vitamin C? Just one star fruit will give you, I think, 50% of your daily allotment for the whole day, vitamin C, which is pretty awesome. خب، پس سرشار از ویتامین C. Really, really yummy. بله، یامیه. من آقا افشین عزیز، اولی کار قبل از اینکه یوتیوب کنیم، اینجوری قاچ کردیم و اشتباهی بود. نتونستیم بخوریم، برای اینکه تا گاز زد همه آباش ریخت. بعدم هر کار کرد پوستش کنده نشد، چون اصلا نباید پوستش رو میکند. خوشمزه بود، مزه گوجه صرف میداد، پس باید اینجوری پوست کنیم. امتحان اولمون رو که دیدین، چون نمیدونستیم آزمون رو خطا بود، نصفش اشتباه قاش کردیم، نصفش رو درست. ولی برای اینکه دقیق متوجه بشین، دوباره براتون این دومی رو قاش میکنم. اونجور که تو اون ویدیو دیدیم، این قسمت لبه‌هاش رو باید اینطوری ببریم، چون انگار فقط همین یه تیکشه که خیلی زبرتر از بقیهشه. بالای ستاره دریایی رو بریدیم. حالا از این طرفی قاچش میکنیم که دقیقا همون شکل ستاره ایش رو حفظ کنه. ببینید خیلی خوشگله. برای تزیین غذاها و کنار دیسای غذا گذاشتن هم خیلی به نظرم خوشگل میاد. بعد مزهش هم که خودتون شنیدین و دیدید، مزه تقریبا ترشی رو داره، با اینکه این کاملا رسیده است. بعضی هاش که من تو فروشگاه دیدم رنگشون سبزه، این دیگه رسیده و زرد شده. یه مقدار مزه ترش داره مثل گوجه سبز و یه کوچولو طعم موز یا آناناس هم قاطیش هست. فکر کنیم گوجه سبزی که با موز و آناناس له شده باشه، ولی ترش خوشمزه است.